سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما هموطنان بسیار خوب، مهربان و عزیز. هموطنانی که همیشه با شبکه تلویزیونی آرزو همراه هستین، چه در داخل و چه در بیرون از افغانستان، امید که مثل همیشه همراه و همگام باشین. طاعت و عبادتتان به درگاه قبول بگرده، روزه و نماز شما به درگاه قبول بگرده و به امید این که ماه مبارک رمضان را با خوشی و سربلندی و سرفرازی با نماز و روزه واقعی سپری بکنین و قلب‌هایتان آکنده از نفرت و کینه باشه. بازم من خالد بارکزی در یک برنامه آخر هفته دیگر مهمان خانه های شما هستیم و یک دنیا سپاس از همراهی همیشگی و خوب شما هموطنان عزیز. ما در رستوران ترکیش فامیلی هستیم. شما میتونید در ماه مبارک رمضان به این رستوران دوست داشتنی و محبوب حضور پیدا بکنید، از بوفه این رستوران مستفید بشین که با نرخ بسیار کم از شما پذیرایی صورت میگیره و این برنامه را میتونید از طریق تلویزیون و یا چینل یوتیوب تلویزیون آرزو هم بیننده باشین. با دور از تمام موضوعاتی که همیشه گپ از سیاست زدیم و گپ از جار و جنجال ها و مشکلات و موارد دیگر زدیم، امشب میخواهیم بریم کمی بلب های شما خنده بیاریم. میخواهیم امروز بلب های شما تبسم را بیاریم. میخواهیم لحظات بسیار خوب و خوش را برای شما ماندگار بسازیم و امشب میخواهیم کمدی را برای شما اجرا بکنیم. یک کمدین بسیار موفق و عزیز را به نام آقای آجی عبدالمنان، یکی از چهره های مشهور سینما و کمدی افغانستان را با خود داریم که در این اواخر هم کاروبار یوتیوب را شروع کردن، بنابر گفته آیده که داره، بنابر گفته خودشان. اینا را دعوت کردیم تا برای ما قصه بگوین، فکایی بگوین، از درد و دردها، رنجها و مشکلاتی که وجود داره قصه بکنن، از سختی هایشان قصه بکنن، از اینکه سینما را چرا راه کردن و بالای کاروبار یوتیوب رفتن چه میکنن. ده ها مورد دیگر انتظار شما را تا یک ساعت دیگر دارم. مهمان بسیار خوب ما آمده، جای نرین، من میرم سراغشان تا اینکه گپا را با آقای آجی عبدالمنان عزیز آغاز بکنیم. درود مجدد و ممنون از شما. همیشه می درود مجدد دیم زبان ما مانده، همکارا یک تعداد میگن میگه اگر گپ جدید نه بود اگر بگم درود مجدد، درود مجدد. بازم ما درود میفرستیم، امید که خوب و صحتمند باشین، جور باشین مثل همیشه. مهمان بسیار عزیز و خوبمان را در ابتدای برنامه برای شما معرفی کردیم. امشب میریم سراغ گلایه ها و شکایت های شما هموطنان عزیز و مردم هام افغانستان که از یک تعداد چینل یوتیوبرا که داشتین و کامنت هایی که میگذاشتین، انتقاد هایی که میکردین و میگفتین که نام خدا تعداد یوتیوبرام خیلی زیاد شده و معلوم نیست که یک تعداد چه میکنن چه نمیکنن. با ستایش از کارکردهای یک تعداد عزیزانی که واقعا مسلکی و حرفه‌ای کار میکنن و اصول رسانه‌ای و خبرنگاری را میدانن و آمدیم یک مهمان را از سینماگران افغانستان و یک تن از کسانی که در کاروبار یوتیوب است و یوتیوبر هستند، اما در اصل یک چهره مشهور سینمای افغانستان هستند، در بخش کمد افغانستان اگر اشتباه نکنم. خوشبختانه با ما هستند جناب محترم آقای آجی صاحب منان، مهربان و عزیز را با خود داریم و صحبت را با اینا ادامه میدیم. سلام آقای منان عزیز، شبت بخیر. سلام، سلام بارکزای صاحب، سلام، قربانتان، سلامت باشی. سلام به خودت تقدیم و سلام تقدیم میکنم به کسایی که همین لحظه از تلویزیون زیبایتان ما را تماشا میکنن و خدا کنه که یک برنامه عالی داشته باشیم و ای که همون سوالایت را جواب داده بتانیم. بارکزای صاحب بخیر، سلامت باشین، ممنون شما. این برنامه آقای منان عزیز جای همه مردم است، البته کسانی که حرف به گفتن داشته باشند. ما از سیاست، از تحصیلات، از دانش، از ورزش، از هنر افتم، از تئاتر، از استادان دانشگاه، جامعه آکادمیک، نویسنده ها، شاعران، هنرمندان، آوازخوانان، همه مردم را در اینجا میخواهیم و در مورد زندگیشان، کارکردهایشان، فعالیتهایشان صحبت میکنیم، البته کسانی که حرف به گفتن داشته باشند. واقعی منان هم یکی از کسانی هستند که شما سالهای زیاد با چهرهشان، کارکردشان، فعالیتهایشان آشنا هستید. میگن هنر آن است که میگه اگر کسی کمدین است آقای منان، که اگر در مقابلت قرارم میگیره اگر کار کمدی انجام نده طرفش ببینی و خندید بگیره. از اون ساعت که شما آمدین من طرف شما میبینم خنده در لبایم است. شکر که همون خنده در لبایت است و خدا کنه که بتانیم از طریق برنامه شما هموطنهای ما را به لبهایشان خنده بیاریم تا ای که یک چند لحظه شاد باشن و ای که برنامه دیگه
کدام سو کش میکنه کجا میره ای به خدا جان معلوم است. بله بله ممنون شما، خوشحال هستیم شما رو با خود داریم. میتونین که از شیرینی مخصوص رستوران ترکیش هم که بقلاوی اصیل ترکیه است با چای زعفرانی نوشجان بکنین و شما خانواده عزیزم میتونین بیاین. یک مژده بسیار خوب به هموطنان عزیز میتیم که ماه مبارک رمضان است و شما هموطنان با خانواده بسیار عزیزتان بیاین به رستوران ترکیش حضور پیدا بکنین و در اینجا از منوی مخصوص رستوران ترکیش فامیلی از بوفه که با قیمت 499 افغانی که یک قیمت بسیار اندک و کم است با بیشتر از 20 نوع غذا در ماه مبارک رمضان با خانوادهتون بین مستفید بشین و حضور داشته باشین و مینوی وی آی پی این رستوران هم در ماه مبارک رمضان آقای منان با قیمت 999 افغانی که میتونین خانواده را بیارین و حضور داشته باشین. انشالله وضعیت اقتصادی جواب میکنه آقای منان که شما بیاین با خانواده حضور داشته باشین در رستوران های لوکس و مفشن و فیشنی حضور داشته باشین و غذا نوشجان کنین؟ بارگزای صاحب ای که بسیار مشکل است، بسیار مشکل است و اگر خودت از زندگی اصلی آجی منان با خبر شوی و همو زندگی که ما فقیرانه پیش میبریم پیش بردیم و راضی هم هستیم دیگه امکانش نیست که آجی منان بیای و به خاطر غذا خوردن در رستوران امکانش نیست. امکانش نیست خواه. و بسیار مشکل است ولی بازم توکل به خدا. انشاءالله ما در مورد مشکلات اقتصادی و چالش هایی در زندگی شما وجود داره بیشتر گپ خواد زنیم در ادامه برنامه. حالا ادامه میتیم به موارد مختلف. شما یک سینماگر بودین و هستین و دستاوردهای بسیار زیادی در هنر سینمای افغانستان دارین، اما حالا آمدین و یک یوتیوبر شدین آقای منان و فعالیت یوتیوبی میکنین. چی شد که کاروبار رسانه را سینما را رها کردین و به یوتیوب مراجعه کردین؟ خب بارگزای صاحب تشکر و ما حرفی که میزنم ما خواهش میکنم که حرفای ما قطع نکنه. ما امو درد دل که دارم، امو گفتنیایی که دارم و ای که باز امی حرفای ما قطع چه با شخصا خودم همونطور بسیار جگرخون میشم. خب به دلیل از اینکه ما از سینما چطور آمدیم وارد یوتیوب شدیم و خاطر از اینکه ما خیلی سینماگرای داشتیم در افغانستان و باید میبودن، باید میبودن، سینما را رشد میدادن و سینما یک هنری است که حقیقت ها را بیان میکنه. ولی وقتی که دولت ما تغییر کرد اما سینماگرا میگفتی یا خیانتکار بودن کلی گریخت. خب هر کدامش اگر شاهین صاحب است اگر هر کدامش که است کلش گریخت رفت وطن رها کردن وطن ترک کردن به خاطر از اینکه ما میریم در افغانستان نمی کنیم زندگی نمی باشیم. چرا؟ وقتی که تو اولادت بد بگی یک کس دیگه خوب بیخی بد میگوید، ولی تو که ایلا کردی افغانستان رفتی که من یک هنر پیش هستم کس خود را نمی خورد، کس خود را نمی زد، کس خود را بندی نمی کرد که تو چرا رای سینما را انتخاب کردی. حالا یک تعداد که کارهای سینماگری که بگذاشتم مثل گذاشتن انجام می دادن، سریال ها می ساختن، فیلم ها می ساختن، داستان های رومانتیک بود، بعضی موارد دیگر زن ها حضور داشتن، وقتی که بر اونا یک نوع محدودیت آمد چی باید میکردن آقای منان؟ خب ما کسایی را در سینمای افغانستان داشتیم که فیلم های خیلی خوبی داشتن، فیلم های خیلی عالی داشتن و تا میاله وقتی که ما در شهر گشت گذار میکنم که مردم میبینم میشینم و پرسان میکنن که مثلا کجاست فلانی کجاست فلانی چرا فیلم نمیسازین چرا کار نمیکنین و ما جا داره که تشکری کنم از امارت اسلامی افغانستان که دو سال از جشنواره دید نو برگزار میکنن که خوشبختانه در این جشنواره یک فیلم مام جور کردم، البته از برکت دوستا تانستیم که در فیلم مقام بگیریم و خیلی تشویق هم شدیم و امکان داره که سینما افغانستان پس شروع شوه و رشد کنه و باید کار شوه درش. ولی که کس نباشه مسلکی که در افغانستان بودن رفتن دیگه امی دولت ما سعی میکنن کسایی که مسلکی نیست رفتن دیگه سینما رو چرا خواب کنن. خب یعنی شما خفه هستین، ناراحت هستین، قهر هستین بالای کسایی که رفتن از افغانستان بیرون شدن؟ چرا؟ به خاطر اگر به خاطر نان رفتن، به خاطر پیسه رفتن، روزی در دست خداوند است. ولی چرا وقتی که هنر انتخاب کردن، وقتی که مسلکشان هنر بود، چرا هنر رو زیر پای کردن؟ ما میگم هنر مرد. یعنی اونا هنر رو زیر پای کردن؟ بله. هنر مرد، هنر را دفن کردن. هنری وجود داره فعلا؟
نه فعلا در افغانستان فعلا در افغانستان هنر است. هنر است کسی که هنر داره مثل حاجی منان در افغانستان است و کار هنر خود پیش میبره. آقای منان شاید برای شما زمینه می اثر نشد برین، کسی براتون ویزه نداد، کسی جابتون را نداد، کسی نخواست که شما را انتقال بده، شاید دیگه پا را میزنین. ما کسی را پیشتر به همکارایتان گفتم که کسی آمد گفت که ما فامیلتان را در موتر میبریم زیر بال تیاره که شما بالاش این در تیاره برین بخیر، ولی ما قبول نکردیم، گفتیم وطن را به کی بانیم. همی که میگن وطن مادر از خیبه ای که عملی کار کنه، این به زبان نمیشه که ما بگوییم که بارکزایی سای بسیار مطر دوز دارم، به زبان خو نمیشه. وقتی که میگیم وطن مادر از خیچه رو ترکش میکنه. خلا یک مورد را که ما در سینمای افغانستان در کنار در پیش یک تعداد از هنرمندا و سینماگرا دیدم، جامعه سینماگرای افغانستان هیچ اتفاق نظر و اتحاد توافق بین یکی دیگر ندارن. آقای منان به طور مثال یکی دیگر میکوبن، یکی دیگر انتقاد میکنن، او رو انتقاد میکنه، او رو انتقاد میکنه، او رو دشنامیته، او رو دشنامیته، او کار او رو انتقاد میکنه. مرد چرا تو یک وضعیت است؟ به خاطر از اینکه ما کسایی هستیم در کل سه را دیده نمیتونیم، گشنه را داده نمیتونیم. اگر یک کس رشد میکنه در سینمای افغانستان، یک فلم خوبش میکشه، یک فلم زیبا میکشه، تا ای که او را تشویق کنیم او را تخریب میکنیم، نمیمانیم که به اصطلاح وطنی او سر بالا کنه. اگر امی تشویق بزرگا باشه، امی تشویق کلانای ما باشه، میتونه که امون هنرپیشه که تازه به فعالیت آغاز کرده و او بسیار رشد کنه. بینمی خاطر است که اتفاق اتحاد نداریم، پشت یکی دیگه هستیم. بینمی خاطر سینما سقوط کرد، بینمی خاطر همین مرد را که شما گفتین که اونا سیر دیدن نمیتونن، گشنه سیر دیدن نمیتونه، اما تا گپ هم نیست که شما حالا اونا سیر هستن، اونا رو شما دیدن نمیتونین که بیرون از افغانستان رفتن و شما این گونه انتقاد میکنین. انتقاد به این میکنیم وقتی ما در سینما بودیم و وقتی یک کار میکردیم، یک فیلم جور میکردیم، بالای ما انتقاد میکردن که چی فیلمی است که شما جور کردین. خیلی برادر شما که یاد داریم بیایی ما رو یاد بدین که ما از شما یاد بگیریم. و آله که در چینل یوتیوب فعالیت میکنم، آله که در چینل یوتیوب کار میکنم، هر کسی هر کدامش زنگای میزنه، گپ میزنن، پیام نوشته میکنن که او مثلا حاجی منان چی به چینل یوتیوب، حاجی منان چی به یوتیوب، حاجی منان چی به او، حاجی منان چی به او. چرا حاجی منان نمیتونه که یک زندگی خوب داشته باشه؟ آیا حاجی منان یک کس نیست که در خانه به دنیا آمده که روی هنرپیشه را دیده و هنرپیشه هم هنرپیشه موفق سینمای افغانستان بوده و اونمو فیلم که به نام چرخ است فیلم جایزه گرفت، مقام اول گرفت و حاجی منان در اوت خانه به دنیا آمده و این نمیشه که بگن که حاجی منان چی با یوتیوب، حاجی منان چی با هنر، حاجی منان چی با کمیت. چرا همین زمینه میسر میشه آقای منان که مردم این گونه انتقاد بکنن؟ به طور مثال چرا میگن که حاجی منان چی با یوتیوب؟ همین ذهنیت چرا در نزد مردم به وجود آمده؟ خب ما پیشتر براتان گفتم ما عادت داریم که امو نمیتونیم دیده که یک نفر ما یکم بالا بره. یعنی همین تعداد زیاد مردم همین دیده در مقابل شما نداره؟ والا دیگه ما چی بگویم خب؟ یا این که کار شما غیر مسلکی است آقای منان، شما در راه ژورنالیسم و رسانه پای نماندین و شما با کارتان در یوتیوب و صفحات اجتماعی به خبرنگار و به رسانه توهین میکنین آقای منان. بارکزای صاحب عزیز، ما اگر شما خواسته باشین، ما از بسیار خردرکی وارد هنر شدم و فعلا هم که سن ما 36 سال شده، 36 سال و از ای سالگی پای ماندیم در راه هنر، کار کردیم، زحمت کشیدیم، اگر رسانه بوده، اگر فیلم بوده، اگر یوتیوب بوده. باور کنین که وقت ما در یوتیوب برنامه انداختیم، کار کردیم، کمره مخفی، گزارش، امی برنامه کمدی را، بسیاری کسا نمیشناخت که یوتیوب چی است. خب بسیاری کسا نمیشناخت که چینل یوتیوب چی است، ولی حالا که گپ میزنن دیگه ما هم چیز گفتن نمیتونیم. چی بگیم؟ خیلی خوب، گپای ما و شما است آقای منان عزیز و همکارای شما میکنن که وقفه بگیریم و پس از وقفه میایم. شما بفرمایید چایتان را نوشان بکنین و میایم و گپای ما زیاد باقی مانده و پس از رفت برگشت کوتاه سری خدمت شما برمیگردیم و در برنامه رو با جی صاحب منان بیننده باشیم.
مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین. آقای منان مشهور به آجی منان با ما هستن. از این شروع میکنیم، از این گپ آجی بودنتان، شما واقعا آجی هستین یا مردم همه تو یک نام سرتان مانده؟ خب من خو شخصا از این سوالت خیلی خوشحال شدم، به خاطر از اینکه بعض دوستا هستن از این یوتیوبرای ما که خیلی گپای ناق ناق میزنن و حتی یک چیز جور کردن به نام اتحادیه یوتیوبران. اتحادیه یوتیوبران؟ بله بله بله. شما نیستین در اتحادیه؟ نه، خوشبختانه که نیستین در. میگم که مردم افغانستان یک تعدادش بین یکی دیگه اتحاد اتفاق ندارد. آها، دقیق از گپت. هم یوتیوبرا که خودتون هم یک یوتیوبر هستین، یوتیوبرای دیگر خوش نداریم. خب به خاطر ازی خوش نداریم، خوش دارم. مثلا بعضی خوش دارم. تو نیست که ما تمام یوتیوبرها را بد ببینم، تمام یوتیوبرها را پشانگاب بزنم، نه. ما به خاطر که هم مسلکم هستن، برادرم هستن و قلبم هستن، ولی اونوایش میگم که مثلا یک برنامه مثبت کرده بودم که حاجی صاحب سخا کسی را گفته بود لوده، بله، که اونمو آدم تیکار کرده بود که سرای سخا بد خورده بود که نمیگه پذر. یوتیوبرها سرما خیستن که چرا حاجی سخا وقتی که با یوتیوبرها توهین کرد چرا چیز نگفتی، چرا نشر کردی، چرا نشر کردی و چرا چیز نگفتی. من گفتم بی برادر، برنامه من رسای کو، اگر کلاگی را گفته بود من ملامت، اگر نیک مستقیم اون نفر گفته بود بس دیگه، شما ملامت هستی، گپ نمیفهمید. و به می خاطر باز گفتم نه، همو ویدیو را ما هم دیدم. آقای سخا میگه که یک لوده تان یک جای میره دیگه، لوده تان. بله بله، همو تی یک موضوع بود. باز بعض یوتیوبرای ما گفته بود که دیگه آجی منانه آجی نگوین. خب ای آجی نیست، ضرور نیست که بعضی آجی بگویم. باز من از این پشت کامرا میگم من ضرورت باجی گفتن کس ندارم. من خوش نیستم که مرا مردم آجی بگویم. ای که کار ما خداوند است، وقتی که رفتیم حج کردیم خداوند تمام کسایی که آرزوی رفتن ندارن با آرزویشان خداوند برسانشان. و بارکزای صاحب ما از برکت مادر رفتیم حج فرضی کردیم و ازمو به این سو دیگه باز آجی هستین دیگه، برادرها و یکام دوستا باز میگن آجی صاحب منو. خب حج فرضی کردیم، حج فرضی، بله. خب از مشکلات اقتصادی صحبت کردین، پس این امکانات برای حج رفتن و این مصارف از کجا شد آقای منان؟ بارکزای صاحب میاییم سر اصل موضوعی که سوال میکنی مجبور هستیم جواب بدیم، به خاطر از اینکه اگر جواب نتیم باز هموطنای ما میگه که حاجی منان چپ مان، حاجی منان چرا گپ نزد، یا ای که حج رفتنش دروغ است، یا ای که کدام گپ دیگه است. وقتی که حاجی منان به دنیا آمد ندید پدره و او محبت پدر را که باید میدیدیم نتانستیم دیده و نمیفهمیم که محبت پدر چی است. و از برکت مادرم که وقتی که ما طفل بودیم، وقتی که ما خرد بودیم و مادرم زحمت کشید، کار کرد، ما را بالاخره در اینی جرسان که حاجی منان با بارکزای صاحب ششتا در رسانه صحبت میکنه و خداوند خیر بده امو فامیلی که پول خود دادن، گفت که ما میخواییم که امی حاجی منان که اوقای منان بود یا یک اولاد یتیم بود، خواست که منان با مادرش بیت الله شریف رایی کنه. ما. البته این در تقدیر ما بود و این امو قسمت نصیب بوده که حاجی منان بره و این پیسه را دیگه کس که داده بود کمک کرده بود، ما تانستیم که بریم بیت الله شریف. مادر جان خوب هستن؟ صحت دارن؟ خوب است، مادر جان خوب است، ولی چون در یک از ویدیوهاتون شما از مریضی مادرتون صحبت کرده بودیم و ما بسیار وقت که مادرم دوست دارم و ما از تمام مردم خود خواهش میکنم اگر مادر دارین احترام شکنین، و چرا که مادر خیلی یک چیز عزیز است. باور کنین که از وقت مادرم مریض شده، از وقتی که مادرم مریض است، اقدر پریشان هستم، اقدر پریشان هستم که هر وقتی که سن مادرم سعی میکنم، ما بسیار بارکزای صاحب تشویش میکنم، به خاطر ازی که ما نه پدر دیدم و مادر رام که خداوند به ما هم پدر جور کرد هم مادر جور کرد،
و هو را مدت یک حالت که باور کنین مثل یک طفل زندگی میکنه و بسیار پریشان میشه. وقتی که در خانه میرم، وقتی که میبینم مادره بسیار پریشان میشم، بسیار جگرخون میشم. و واقعیت که مادر یک چیز بسیار خوب از بارد زیسته. و خواهش ما دوستای نمی است که اگر مادر دارین خاک پایشان سرمه کنین و همیشه وقت وقتی که در خانه رفتین پایکایش موج کنین تا ای که خداوند ما شما را بیامرزه. و ما دمی جگرخون است و مرگ خدا حق است و هر کدام ما میریم. اگر مادر ما چیز شود من میگم دعاگوی مکی باشه بارم زیزه. شفا نصیب کنند خواهیمانان عزیز و تمام مادران عزیز را که در بستر مریضی هستند خداوند شفا نصیب کلیف. چقدر جنجال، چقدر مشکلات میبینه و اولاد که خدمت پدر و مادر نکنه خیلی مشکل است. و هر شفاخانه که بود، هر دکتری که دوستا پیشنهاد کردن که ایجا ببر، هوجا ببر، باور کنین که بارزای صاحب وقتی که من کار میکردم در چینل ها یوتیوب اتو ماش نمیگرفتم که من یک ماش داشته باشم که بتانم من همو مادر را تداوی کنم، ولی اونم که ماش بود که میتانستم از طریق اونمو ماش بتانم همو طفلک های خود همو نان و روزی که اواله بود اونمو را بگیرم. و کوشش میکردیم تا اندازه آخر که مادرم بالاخره در هر شفخانه ای که گفتن در هر کس هر چیز میگفت، یکی میگفت پیش ملا ببر، یکی میگفت شفخانه ببر، یکی میگفت که دفلان زیارت ببر، دیگه هر طرف برده میشه. و بارگزای صاحب عزیز بازدمی اواخر پلان گرفتیم که بی بیاجی را پاکستان روان کنیم و بالاخره یک تداوی بتانیم که کنیم، بخاطر از این که وظیفه ایمانی وجدانی ماست. ممنون. ما مجبور هستیم که وظیفه ایمانی وجدانی خود پیش ببریم به خاطر از این که پیغمبر خدا گفته اگر جنت هم میخواین زیر پای پدر مادر. تشکر. با امید صحت و سلامتیشان سلامت باشه و شفا نصیبشان بگردن. میتونین بگیرین. خواهیمانان چند تصویر دارم بر شما نشان میتونم، تصاویره و پیرامون این تصاویر بسیار کوتاه. خواهیمانان عزیز حالا ما چه موجی بگیم تانیا من اول کم بخندیم دیگه باز شاید نوبت گریه باز شد. خب خیر بارگزای صاحب ما خودت خواه برادر بگوی، دوست بگوی، رفیق بگوی، همکار بگوی هستیم و هر چیزی که ما خوشت میاد سلامت باشه. لطف کرده باشه. چند تصویر بر شما نشان میتونم نظر شما را بسیار کوتاه می داشته باشه. قربان شما. آقای حاجی محمد کامران، هنرپیشه و کمدین مشهور افغانستان که سالهای خیلی زیاد تا به امروز من و شما و عزیزان ما از اینا خاطره دارن. در مورد این شخصیت چی گفتنی دارین؟ وقتی که حاجی صاحب کامران را میبینم واقعیت که عشق در چشمای مه، بخاطر از این که خیلی یک کومیدین موفق بود و کومیدین بود که کسایی میگن چرا کومید انتخاب کردی؟ کسی کومید انتخاب میکنه بهترین درد داره. و خیلی یک کومیدین موفق بود و خیلی یک آدم عالی بود. آیا روزی بوده که شما در این انتظار باشن که یک الگوی خوب بر شما باشه مثل از این شخصیت شما مثل این گونه بشن یا خیر؟ ای کاش که به اینا رسیده بتانیم و امی که ما رای حاجی صاحب کامران انتخاب کردیم انشالله امو که حاجی صاحب کامران و حاجی صاحب منان ولی ای که استعدادش اگیر کنم توکل بخدا. خیلی خوب خیلی خوب. ما با حاجی ها امروز روبرو هستیم. یک حاجی دیگر هم برتان نشان میتونم. توکل بخدا. توکل بخدا. حالا یک تعداد میگن میگن حاجی سخارا به خاطر پیسهش پدر میخوانین. واقعیت که حاجی صاحب سخا یک آدمی است که امو سخاوتمند است و کسی است که مرد است. مرد است و ما بالای حاجی صاحب سخا افتخار میکنم
و بالای گپ خودم افتخار میکنم که ای صاحب سخار پدر گفتین. و ایج وقت بخاطر پول و پیسه و موتر و موترداریش ما انتخاب نکردیم که ای سخار پدر خوندیم باشه. و امی مردی و کاکگیش دیدم بس او مرا اولاد گفت، ما او را پدر گفتم. شما دستشان هم بوسیدین؟ ما ای وقتی که پدر میگیم، پدر بالای اولاد حق داره که دستش را ببوسه، ریسش را ببوسه. و بالاخره امو پدر است که همونطور اولاد خیلی خوب با قله های بالا میکشه. خوب آقای سخار، خوشبختانه ما هم در این برنامه با خود داشتیم، آمده بودن و حضور داشتم و در این برنامه گفتن که کسایی که در پشت ما هستن، پشت ما را گرفتن یا پیش ما میهن و یا ما را حمایت میکنن، ما را نه آجی سخار دوست دارن، یعنی پول ما دوست دارن. این تو یک گپ زده بودن. اما تو یک گپ هست، اما تو یک گپ هست. شما از مردم هستی. ما برعکس، ما هم مردانگی و کاکگی و هم رفاقتش خوش دارم. خیلی خوب، خیلی خوب. این شخصیت را میشناسین؟ خدای خیر، بیشک. و ما جا داره که تشکری کنم از شاروال افغانستان و تشکری میکنم از امارت اسلامی افغانستان که واقعیت در طول امقدر سال آمدن و افغانستان اروپا ساختن. خب. و اینا اصل صاحب افغانستان اینا میاستن. افغانستان اروپا ساختن؟ اروپا ساختن. خب. که خدمت کردن و ما شاهد عظمی هستیم که سرک جور میشه، چارایی جور میشه. هر چارایی را میبینیم که یک وقت پودری گرفته بود، ولی حال میریم چراغان از اون طرف شاو که وقتی که سفر میکنیم، خصوصا طرف قره‌باغ که میریم، میبینیم چارایی سرای شمالی را، میگه ما در اروپا هستیم. خیلی خوب، ممنون شما. قربانت. آقای صدیق افغان، فیلسوف افغانستان. واو. واو. که یکی از یوتیوبرهای شما میشان را قاری صاحب گفته بود. خوشبختانه که امروز اتراکسای را نشان میدی که من قلب نورا را دوست دارم. و صدیق افغان کسی است که افتخار ماست و در هر کشور که رفته نام افغانستان بلند برده. چند روز پیش خودمون پیش رفته بودم، باز گفت که من صدیق افغان شماستم. خب. و من معذرت خواهی رفته بودیم. آه. معذرت خواهی به خاطر امو امکاری که داشتیم و چرا که گفته بود که خودم معرفی کنین و تا جای در نظر ما، البته جناب صدیق افغان از ما خفه نشه، تا جای باید که وقتی که یک نفر گفت خودم معرفی کو، اگر او نفهمید خب ماشاءالله صدیق افغان فهمیده است. خب میگم من صدیق افغان هستم، فیلسوف خلاص. یعنی انتقاد کردین در این قسمت کار. خب خیر دیگه، وی همکار ما دیگه که باز. خیلی خوب، خیلی خوب. یک کم پشتیبانی همکار ما کنیم. خب. وقفه میگیریم یا ادامه میتیم دوستا؟ خیلی خوب. یک وقفه میگیریم بازم ان شاء الله. پس از وقفه میایم باز قسم میکنیم، باز گپ میزنیم از اقتصاد، از کاروبار، از سینما، از برادرتان آقای جان انشالله مدخل گپ میزنیم که چی گپ هاست خربانتا. و بسیار سریع دوباره بر میگردیم و دایم برنامه با آجی صاحب منان همچنان ادامه دارم. درود مجدد، یک سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و نازنینان. بسیار خوبه که تازه پیوستن به تلویزیون آرزو و این برنامه و بیننده هستین. امشب شب شکایت ها، گله ها، قصه ها، خاطرات دیگه همیشه که گریه کردن همه قبس بارکزای سای پینمیجه دیگه این برکای تکش کو همه تفول دیگه بیا که همون غمه که داریم همون را تبدیل میکنیم به خنده. جان کجاست؟ برادرتان؟ از جان یاد کردی، جان برادرم هست همیجه و نمی خود افغانستان است. هستن در افغانستان؟ بله، در افغانستان هستن و تا حال یک پلان نگرفته که وطن رها کنه بره در ملکای بیگانه. دیگه از شکر در وطن است، مصروف کاروبار شخصی خود است و زندگیش از همه تو راحت پیش میبره انشالله. ناگفته نمانه که شاید یک تعداد بگن جان کی است و چطور از برادرشان پرسان کردیم. آقای جان یکی از هنرپیشه‌های بسیار مشهور سینمای افغانستان هستند که با یک فیلم، نام فیلمشان چی بود آقای منان؟ اولین فیلم همون نقش که... یک گنگره که بازی کرده بودن؟ آها، دبیردی گفتن میبونی ما را. اولین فیلم را که جان در افغانستان ساخت که ورزش با سینما یک جا ساخت، فیلم دین بود. دین. و دومین فیلمش فیلم چرخ بود که نقش گنگره داشت
و سیمین فیلمش هم فیلم قهرمان بود. قهرمان بود. و اگر آقای منان خفه نشه و یک تعداد مردم میگن که آقای منان و یا حاجی منان از طریق هم برادرتان جان شما مطرح شدین بله. و مشهور شدین. این بله. قبول دارین؟ من قبول دارم. به خاطر از این قبول دارم که من افتخار میکنم که من برادر احمد جان هستم و افتخار میکنم که جان برادرم است و اولاد پدرم است و بعض کسا واره نمیگم که من بچه دنمندر هستم. ما بچه رامبو هستم. ما بچه سلندت هستم. ما به افتخار میگم که ما حاجی منان برادر احمد جان است. ما که میگم که شما سینماگرا بینه که دیگه تان اتفاق ندارین اما تو یک بس. نه اتفاق داریم ولی نمیشه که باز ما از چوکات همون چوکاتی که داریم همون قانونی که داریم باز دیگه پایبانی میتره. نمیشه بود. خیلی خوب. شما یک سینماگر و در اصل یک کمدین هستید. حالا یک چند لحظه را میخواییم خنده به لبای مردم ما بیاریم و از کمد شما مردم افغانستان مستفید بشن و چند لحظه را بخندن. قربان. بیشتر در کدام بخش کمد لیاقت و استعداد دارین؟ یعنی چی کار بسیار براتون راحت است؟ فکایی گفتن، تمثیل کردن، صداهای مختلف را ادا کردن؟ وقتی که بارگزای صاحب اونر پیشه شدی باید اونر پیشه مثل یک موم باشه. امیار طرف که تاوش بیتی باش که میگه که بانو کاری رو تاو نتم. امیار طرف که تاوش بیتی باید تاو بخوره. و مشکل نیست که اگر کمیت باشه، اگر اکشن باشه، اگر هر نقشی که باشه وقتی که نام اونر پیشه سرد موندهش باید کار کنی. و ما امی کمیت که انتخاب کردم بخاطر خیلی علاقه مندش بودم و پیشتر هم گفتم که ما میتونیم که مغم خدا بله تبدیل کنیم به خنده بله. از رای میکنیم. حالا اگر من از شما یک خواهش بکنم اون کمدیانی ترین کارتان را انجام بتین همکنون که بیشتر خنده به لب مردم بیاره و واقعا بفهمین که از این کده هیچ کار کمد دیگه وجود نداره. خب کمد چیزی است که هیچ کس نمیتونه که داخل برسانش یا رسانده باشه یا بگه یک نه منظور من یعنی یک کار شما انجام بتین خنده زیاد دو باشه دیگه مینال دیگه خواهش خودت خواهش هموطنا و دلت خاطره جالب میگی دلت کدام نقش بازی کنیم دلت فکایی میگی ما خود استعداد توانایی در نقش بازی کردن ندارم. چرا نه از این پرودوسر ما پرسان میکنیم که چی را انتخاب چرا نقش بازی کنیم یا فکایی بگویم میگن یک نقش بازی کنیم نقش میمونیم فعلا نه فکایی بگویم همین که پرودوسر برنامه میگه امور کار میکنیم به خاطر خودت هم باید دیگه واسطاستا پارتی خودت می طالب هنر همین کمره که پیشوری تو آمد فکر کن خودت اونر پیشه هستی حیق فکایی بسیار مقبول هم باز بگویم میگم برات خاطره جالب فکایی همی هرچی گفتی من خدمت هستم ولی که نشه که باز این بسته رستورانت یک دفعه جمع شد بگه چی خواهش میکنم چون ماه مبارک رمضان هم است و مردم ما بسته روز را روزه گرفتن و شاید یک تعداد سرشان هم درد کنه خسته باشن از کار و وظیفه آمده باشن یک کمک خنده به لبشان میاریم بشک و اینم ما خوب شد که امو روزی خود افطار کردیم بله 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 و این که هموطنای ما نکرده دیگه خیره ببخشین دیگه البته کسایی که در بیرون از افغانستان کسایی که در بیرون افغانستان است امیر میگم و خب میریم طرف نقش خوب است بفرمایید خب کدام نقش خوش دارید من فکر کنین من یک خبرنگار هستم شما از کار کرده من انتقاد میکنین کمیل خبرنگار ما بردگار نداره بیادر در این رو خود نزد خودت نقشی ببوره بازی کن آه من نقشی بچه ده سعیست؟ نه هم بابا خودت باش ما بچه ده سعیست ده خیلی تو پدر باش ما بچه نه من داماد خودت خوشو خوشو خودم خوشو؟ خوشو تو داماد بله خو سعیست بفرمایید سعیست نام چی باشه؟ نام احمد خو خیر نه احمد چرا نام اصلی احمد است نه ما نام فیلمی میمانیم خب بفرمایید قدیم بله نک خندقم شو مرگ بله آدم خانه خوشی خود کامد سرش پایین می باشه این همه تا لغت لغت سیل داری که کجاست کی کجاست یک ذره فکر تا بگی بچه وی حالا گب ده چرا از گب مندی؟ خب بفرمایین خوشی جان چرا بفرمایم؟ ما آمدیم دیدن نامزات ما آمدیم نامزات ما میخواییم ببینم ایدیا آوردیم برتان براتی آوردیم حالا ترکی گفت بیا کوکیدی دمسه تا بلغاوه برای گب میتی؟ بغلاوه خوشو جان امی هرچی کس بگیره ببر و بو باید که بخوره نکخنده گم شو مردم خانه خوشتر میره چی چیزها میره تو رسایی کو چی میخواستین برتون بیارم؟ چی میخواستیم خودت نمیفهمی؟
حالا ما دخترتان نگرفتیم، شما رو نگرفتیم که برتان بیارم. او بچه ما قوم داریم، خیش داریم، سیال داریم، شریک داریم، مثل شما ورخ به کس بیکوی نیستیم. همی میبینه تا در کوچک غرد برو غرد بیا، غرد برو غرد بیا، باز پرسان میکنه که نه قدیمی لنگ چی آورد برد؟ خب مادر جان ما 5-6 لکه تویا ندادیم برد، مصرف کردیم، شیرنی خوری گرفتیم. او اق شیر بای مسو بچه گب نزن، مزمت کشیدیم. ما 16 سال دختر لا خول بالا شیر دادیم. خب ما هم شیر خوردیم مادر. ما چی خوردی شیر؟ ما هم شیر خوردیم. حال نمیمانی نگده ببینیم شانه؟ نه چرا در قانون ما نیست دیدن بچه. اگه داری بیا پیسه پر تو توی که برو بخیر. دق شدیم پوشتش بلا این در پاسد که دق شدی. حالا چطور یک خوشوی شلیته و بیاب دارم؟ قراغم شو شلیته نالا گفته بودم شلیته دارم. خب خیمز میگنم زورت که دم سنگ نرسید ماچش که خیلی یک دفعه یک زورم به سنگ نمیرسه یک ماچ کنم بانم شده سنگ بوتای شمیارم ماچ که در چشمایت بشک برو بلا این در پاس ترسی که میری دگه نبی که چشمتا بلق میکشم. خب خب بچشم بچشم تشکر سلامت باشین تشکر خوشو جان باش دستان ماچ کنم نکو ماچ برو کش طرف خانه بسیار مقبول بسیار زیبا خیلی عالی آقای آجی من بخیر باشی وی نه خلاص شد سلامت باشین ما همیشه این صدایی را که تغییر میتن صدای خدا آقای منان عزیز ای یک استعداد خاص میخواه کمی صدا تغییر کنه مثل زمان بله بله هر کس نمیتونه این کار کنه وقتی که استعداد نباشه ای چیز نیست خب و ای که تغییر صدا کار میکنه کسی یا تقلید میکنه یا بیخی طور یک چند رقم صدا را میکشه این کلش یک هنر است هنر اینمی است که پیشتر ما گفتم هنر پیشه مثل موم باشه سعیست وقتی که کمیت میشی دیگه باید هر نقش را که برات بتا باید کار کنی بله بله خب ما ضعیف هستیم در این کار کمیت و تمثیل نه خدا نکنه نبودیم نکردیم این کارا را انجام ندادیم متاسفانه اما از شما خیلی زیباست خیلی عالی است دیگه کمد افغانست کمدین هم کسی که کمدین است و در سینما هم کار میکنه باید بسیار قدر شه چون کار کمد کار هر کس نیست یعنی که ما مثلا حتی یک ذره شام نتونستیم ادا بکنیم تمثیل بکنیم اما آقای منان میتونه چند نوع صدا را میتونین تمثیل کنین ادا کنین صدا واخ زیاد است و ما چند نوع صدایی که است آواز براتون میکشم ولی در قالب فکایی بفرمایید اگه اجازه تان باشه خب یک کسی بود که یک وقت خود از یاد اعلام میکرد که من 100% رئیس جمهور هستم خب مشناسی شد خب خب آقای تورسن را میگن بله خب این جای بیان نداشت کل مردم را جمع کرد گفت بیایی که من گپ میزنم بازی شروع کرد که ببنه نم و تنهای عزیز 100% من رئیس جمهور هستم در قدم اول رشوت از بین میبرم در قدم دوم چور چپاول از بین میبرم ببنه جانم در قدم سوم زمین غزبار از بین میبرم خالقه خیز گفت بچه امرو ما تیزم بچه وقت از بین میبری که جو جوان کرد یکی یکی دیگه چی؟ دیگه صدای چی رو؟ از آقای حکیم تورسن بود بله بله باش از ما خفه نشن ناراحت نشن یک تعداد میگن حالا صدای یک تعداد را که تمثیل میکنین توهین میکنین تحقیر میکنین نه خدا نکنه خدا نکنه که در شان ما گپ باشه و ما که صدا را مثلا تقلید میکنم خوش دارم امون نفره بله بله امون را خوش دارم امون صحبت کردنش باز ما اونمو سر سخنایش کار میکنم و خب تقلید خب وقت ما کم از دیگه چی انجام میتین خب صداواز زیاد هستی که وقت کم داره دیگه مرا در این وقت کم تلویسته بازا یک تمثیل دیگه هم کنن خب تمثیل نمیریم یک خاطر جالب میگیم تو خیلی پرسان هم یکی نیک خاطره و تا بالا کلش در گردن من ماندی خیلی خب بازم این که هموطنای ما یک دقیق شاد باشن از ما بی بی آجی مادرم یکام قلنجام میگیره همی زنای سابق بله بله. است مکمل البته از اطفال خورده دیگه از همی اطفال خورده ها اگر بعدش آمد از کلانا را میگیره یکام قلن ملنجا میگیره باز یکی از دوستا هم طفلک خدا آور دیگه ده بجه شب بود آور تق تق زد کوچه را آواز کردم که مادر جان تست مفت ما بی بی آجی بیا که نفر آمده که بچه هکش توقق شده خب بیار گفت آوردم این خانه بیادر از خودگی ها بود و پدرش هم آمد، مادرش هم آمد بیار گفت بچه من واسیلینه
واسیلی نگرفت همه تو وطنه که دوست تیر کردیم تخته پشت از این بچگک کمی فشار دادم تا کمی فشار دادم تا کمی فشار دادم تا این بچگک یک دفعه کمی فشار داد دیگه پدر مادر ازی همه تاک پاک مانده گیچی رقم ها بده ازی هاشی بی بی هاشی کشتی بچه ما این فشار بده که این ونگ میزنه که فشار بده این ونگ میزنه جالبیتش به ما چی بود که ایره خاطره جالب به ما ماند امی پیشانو را که پنجه پای اتقاط میکنن که توقع که ازی جوشه بازی که ازی جا بود این کم پیشانو را در امی پای که رسان نفس از قید شد کم پس الاد داد که باز قاطش کرد که پس الاد کرد دیگه به ما خیلی جالب بود همین پدر و مادرش گفت تیر ما را از طبقت بیبیوشی بس دیگه بس این پیسه را بگی که موچگونش هست دیگه ما رفتیم بله بله خیلی دیگه این خاطره با ما بسیار جالب بود ولی خاطره زیاد است زیاد است خواه افسوس که دیگه وقت برنامه کم است وقت برنامه کم است صحبت های ما بسیار شیرین است ما نیاز است که از جامعه کمد افغانستان هم حمایت بکنیم تشویق بکنیم کارگردها و فعالیتشان را ستایش بکنیم و نگذاریم که به باد فراموشی سپرده بشن و با مشکلات رها بگردن خواستیم که امشب از این بخش هم با خود داشته باشیم و یک برنامه متفاوت را خدمت شما ارائه بکنیم. بسیار تشکر آقای حاجی منان عزیز. ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتن آمدید. خداوند تو را خیر بده. تشکری از خودت میکنم از همکارای عزیزت که دعوت کردین ما دیگه کمتان به خاطر که دیر با دیدیم تا باید باشا. یک توفه یک خیر امیدی ما را حالا بده من می آوردیم برات امیدی ما را حالا بده ولی ای که پیسه ندارم دیگه نیست خیر ببخشید خیر خیر آمدن شما بر ما بسیار ارزش داره و سلامت گرانبهاست و خودش یک تحفه بسیار کلان است بخیر و با امید از اینکه همیشه بانین و حضور داشته باشین و در هنرتان مشغول و مصروف باشین بخیر ممنون باشن. از این دعوت و این تحفه رو که برات دادی مون دختر ما دادم نه بیشتر خوشوید بودی سلامت باشین زنده باشین بسیار تشکر آقای سلامت باشین لطف کردین ممنون شما بخیر باشین با امید از این که از برنامه خسته نشده باشین بدون شک نشدین هم دیگه با صحبت های بسیار نازنین و شیرین آقای حاجی صاحب عبدالمنان عزیز که حضور پیدا کرده بودن و با ما همراه و همگام بودن این بود این برنامه که تا بکنون با شما همراه و همگام بودیم تشکر از همکارای عزیزم که در عقب کمره هستن در بخش تکنیک همراهی کردن و حضور داشتن ممنون از یک و یکشان و رمضان بسیار خوب و خوش را تا پایان ماه رمضان برای شما تمنا میکنم در پناه عزت منان باشین طاعت و عبادتتان به درگاه قبول بگرده روزه و نماز هم قبول بگرده ما تا اینکه در هفته دیگر باز میایم و با یک مهمان بسیار نازنین دیگر خدمت شما میباشیم شما رو به عزت منان بسپاریم تا درود دیگر بدرود